اتفاق افتاد. اول من خودم رو معرفی کنم، من جزء دانشجویان دانشکده فیزیولوژی انرژی انسان هستم که در دوران گذشته این ملایان شیطان دانشکده ما رو بستن در زمان، ولی ناآگاهانه اون رو در بی زمان باز کردن. ولی صحبت هایی که الان داره انجام میگیره، من بیشتر دارم میخواست این موضوع رو عنوان بکنم که ما نباید از درختی که در میان هست از اون جدا بشیم به عنوان شاخه ها، چون هر چقدر ما این شاخه ها پراکنده باشن، این درخت دیگه درخت نخواهد بود. منظورتون از درخت چیه؟ منظورم از درخت، درخت ملت ایران هست. بله، ولی یه چیزی رو من خدمتون بگم. خواهش میکنم. چون همینجا من فکر میکنم این درخت رو قطع قطعش کردن و ما داریم، یعنی همه خود ملت داره سعی میکنه به همدیگه بپیونده ها. یعنی صحبت شما رو من برعکس به حساب میارم، یعنی این ملت رو آنچنان اینا درب و داغون کردن. بله. که این وضعیتیه که شما میبینید و هممون سعی داریم که این درخت رو یک تنش بکنیم، همون تنه اصلی، همون چیزی که شما میگید. بله. الان اون تنه وجود نداره به نظر من. ما اعتقادمون بر این هستش که اگر بخوایم اون درخت رو درست بکنیم، باید یک مقدار کمی از اختلاف عقیدت ها دست برداریم، چرا که همین اختلاف عقیدت هاست که منجر به این مسائلی میشه که امروز ما میبینیم. یعنی در ما وحدت به وجود نمیاد. آخه این شرطی که شما میذارید مشکله. آخه لزوم نداره که، میدونید چرا من میگم مشکله؟ برای اینکه از اختلاف عقیدت ها به قول شما دست برداشتن به منزله اینکه شما طرف اون اختلاف عقیده‌ای که داری اون طرف مقابل رو قبول کنی. حالا این طرف مقابل کی باشه که اون یکی حرف اون یکی رو قبول کنه، این خودش میره باز توی جنگ لایتناهی، دوباره میره اختلاف عقیدت ها. بله. ببینید، وقتی یک موضوعی در یک جامعه، در یک مکان یا در یک زمانی به وجود میاد، این میشه همون خاصیت ترکیبی اندیشه آدم ها. یعنی یک سخنی گفته میشه، از این سخن تحریک ایجاد میشه و این تحریک به ترکیب میره و در پایان بحث و یک سیر جدالی رو برای ما خلق خواهد کرد که ما نمیخوایم به اون بحث و جدال بریم. هدف ما پیروز شدن بر ملایان شیطان در ایران است. در راه عشق بیراه بر رفتن خطاست، این نه اون راهی است که از هر کس توان پرسید و رفت. اون قبول داریم شما؟ بله. خب ببینید، وقتی یه همچین موضوعی پیش میاد، ما میبینیم که اگر در جامعه ما گمگشتگی عمومی به وجود اومده، این گمگشتگی عمومی بیش از اون چیزی که ناتوانی فکری برای ما ایجاد میکنه، ناامنی مداوم تو جامعه وجود میاره. حالا من از شما که به عنوان داور اونجا هستید یک سوالی دارم. آیا دادگاهی وجود داره که درباره ملت ها به درستی داوری کنه؟ نه. دقیقاً. ما اعتقاد داریم که داوری زمان رو ما باید از روی مروت افکار به دست بیاریم. چرا؟ چون زمان خیلی کوتاه هست نسبت به افکار انسان، چون افکار انسان صورت سیرش خیلی خیلی بیشتر از طول زمانی است که ما اشغال میکنیم. من نسبت به عمر انسان فکر میکردم کوتاه. بفهم. ما راهبری داشتیم در به حساب در طول این راه، این راهبر به عناوین مختلف سعی کردن که راه دانایی رو به مردم ایران نشون بدن، ولی درست در همون دورانی که راه دانایی آغاز شد، بسیاران به دنبال اون گوساله سامری رفتن و دنبال نادانی رفتن و دانایی قبول نکردن. به همین دلیل بود که این آوارگی که امروز در ما وجود داره، این همون آوارگی نادانی وجود ماست. من میخواستم راهبری رو به مردم ایران معرفی بکنم. جانگر عشق پاک و خدمت بیریا و شناخت حقیقت در زندگی روزمره باشد. یک بار از او پرسیدند که آیا هرگز عاشق بوده است و او پاسخ دادند: آری، من از زمانهای بسیار قدیم عاشق تمامی انسانها بودم. در جوان سال 1931 بابا به مدت 3 شب در داخل حرم حضرت رضا در مشهد اعتکاف نمودند. 12 سال بعد بابا با اشاره فرمودند: درخت ظهور ربانی من در ایران در شهر مشهد کاشته خواهد شد که در آنجا رشد نموده و گسترش می‌یابد و سرانجام تمام دنیا را میپوشاند. این تشکیلات که آخوندها می نویسن به این میگویند توضیح المسائل، همه برگرفته از این کتاب های ملا مهدباقر مجلسی است و
و مجلسی در عرض میکنم تفکر شیعه همون مقامی رو دارد که نیوتن در فیزیک کلاسیک و انیشتن در فیزیک مدرن. فراموش نکنید شخصیت کمی نیست مجلسی، یعنی ملایانی نظیر خمینی و نمیدانم طالقانی و طباطبایی و همه اینها، اینا ریزخوران خان باقر مجلسی هستن. حالا ملاحظه فرمایید از این کتاب بنده برای شما میخوانم ببینیم که عرض میکنم که چه خبر توضیح داده که وقتی که حضرت ظهور کرد چه کشت و کشتارهایی میکنه و اونچه از عدالت حضرت صاحب الزمان گفتن، که البته این مطالب واقعا نه به اسلام مربوط هست، نه به حضرت رسول اکرم مربوط هست، نه به قرآن و علی ابن ابی طالب و سایر خلفا و بزرگان دین، به اینا هیچ کدوم ارتباطی این مطالب ندارد. اینها مخترعات آخوندهای رافضی هستند برای گرم کردن دکان و بازار خود. اونگاه هم فرماید که شیعیان هر که حاضر باشد ازشان قصاص کند. حالا بیا و درستش کن. کارد و چاقو و خنجر و جوالدوز و اینها و چماق و چوب و اینها میدن دست شیعیان که بیان بیفتن به جون عمر و ابوبکر. پس باز ایشان را به اون درخت کشیده به آتش هم فرماید که از زمین بیرون آمده هر دو را به اون درخت بسوزانند، و باد را هم فرماید خاکستر نحس اون را به دریا بپاشند، تا الی آخر، که این کتاب یک سر مهمل مزخرف و این مزخرفات اساس تفکرات آخوندهای شیعه است، که البته وقتی آخوندی در نمیدانم دانشگاه تهران سخنوری میفرماید از این حرفا نمیزنند چون به اون میخندند، اما اساس تفکرات این آخوندهای رافضی همین مزخرفات و مهملاتی بود که خواندم خدمتتون. رسول، پدر زن رسول، همراه رسول، دوست و مشاور رسول و عمر ابن خطاب و همچنین اینها، عرض میکنم با این فحش‌ها و ناسزاها و عرض میکنم پیامد بد اجتماعی این مزخرفات، اختلاف و جدال بین اهل تشیع و برادران اهل تسنن ما بود. خوبه، تعظیم نمی کنن و دارشون می دانه. شما در مقابل پیامبرتان هم تعظیم نمی کنید؟ چنسان است، ما فقط در مقابل خداوند زانو می زنیم. معجزه های محمد کجان جعفر؟ اگر پیغمبر بود با اون را به نور می کشید. بله، کاملا درست است. خداوند به پیغمبرانش قدرت نشان دادن معجزه می‌دهد تا آنها را بشناسیم. معجزه پیامبر اکرم قرآن کریم است. یک کتاب که یک آمین بی سواد نوشته و به خدا نسبت می‌دهد. فکر می‌کنم امپراتور به اندازه کافی شنیدم. من می‌دانم که خداوند زبان‌هایی از آتش بر سر حواریون مسیح نازل داشت تا قادر باشند به زبان‌های گوناگون جهان که قبلا نمی‌دانستند صحبت بکنند. ولی آیا در این عصر همچنین معجزاتی می شود؟ حرفایتان را زدید ولی من قانع نشدم. وقتی در مکه ما را آزاه می کردن پیامبر به من گفت بروید به حبشه، چون پادشاه دادگسترش به کسی ظلم و ستم نمی کنه. اون که رو که اینها آزار می نامن مجازات عادلانه بوده، بی نظمی و بی ادبی. چرا پیغمبرتان شما را پیش من فرستاد؟ چون شما هم مثل ما معتقد به کتاب آسمانی هستید. ما را فرستاد چون پروردگار با قلب شما از ما حمایت خواهد کرد. از حرف زدن با اونها به جایی نخواهیم رسید. ولی حالا به نکته اشاره کردم که موظفم به حرفشون گوش بدم. دوست من، به نام خداوند بخشنده مهربان، در این کتاب یاد کن مریم را، آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی پناه برد تا فرزندی پاکیزه تو را ببخشم. گفت چگونه ممکن است فرزندی برایم پیدا شود، هیچ مردی لمس نکرده است مرا. و جبرئیل پاسخ داد آنچه خداوند بخواهد آن شود، تا آیتی باشد از برای مردمان و رحمتی از ما. و این فرمانی بود که انجام شد. تفاوت بین ما و شما فاصله به باریکی همین خط است. در برابر کوهی از طلا همانها را تسلیم شما نخواهم کرد. بروید در آرامش کامل، در حبشه زندگی کنید.
برای هر مدت که بخواهید و هر وقت برگشتید لطف خداوند همراه شما باشد. مسئله دیگه، مسئله امام موهوم و امام زمان که فرمودید، که این مطلب بی پایه ترین و بی اساس ترین مطلبی است رو که عوامل به اصطلاح روحانیت مطرح می کنم. و اگر که شما در این مطلب سعی بفرمایید که در آینده مطلب رو درست حلاجی کنی و بازگشایی کنی، که این خلاف خلقت هست که شخصی بتواند 1400 سال به دنیا بیاد بره زیر زمین غایب بشه. در قرآن هست سنت الله التي قد خلت من قبل لن تجد سنت الله تبدیلا، یعنی خلقت سنت الهی بوده که انسان متولد شده و انسان بمیره. خداوند در قرآن به حضرت محمد میگوید که انت میت و انهم میتون، تو خواهی مرد و همه خواهی مرد، و کل وجه حالک الا وجه ها، همه خواهند مرد فقط خدا نخواهد. به تمام مسائل قرآن که میگوید هر شخصی به دنیا میاد و در مدت خاصی، ای محمد تو خیال میکنی که اگر تو بمیری دیگران نخواهد مرد، بنابراین چطور ممکنه که شخصی بیاید 1400 سال برود زیر زمین قایم بشه از ترس؟ عزیزم ممنون میکنم که این مطلب آخری که فرمودین خیلی مجهول به نظر می آمد، چون اولا که حضرت علی متهم بود که قاتلان عثمان را راه داده، امکان نداشت که علی چنین چیزی در حق عثمان بگوید در اون روزگار پریشانی و این همه دشمن. اتفاقا سه پسر علی به نام عثمان و ابوبکر و عمر عرض می کنم که مشهور هستند و این میزان علاقه علی رو نشان می داده به اون خلفا. امام زمان آی مشی یک کلمه است و هر کلمه و یا هر کلامی معانی با خودش همراه داره. بنابراین زمانی که ما میخوایم وارد جهان معنا بشیم، اگر سوال میکنیم و میخوایم که پاسخ بشنویم، باید وسعت درون هم داشته باشیم. به زبان دانایان میگوین اندرون عالم کیان، یعنی عقل ما بدون احساسات ما در انتها به جماد خواهد رفت و احساسات ما بدون عقل ما کور خواهد بود. در فلسفه تظاهر اندیشه مطلق یا وانمود کردن اندیشه مطلق در جامعه اندیشه است به نحویه که صورت و معنی در اون یکی میشن، چون هر دو اندیشن دیگه. بله. اما دین محتوای درون و بیرونش همون اندیشه مطلق هست و نه عقلی مطلق، بلکه نیمی این است و نیمی آن. یعنی یه جایی موسی میاد یه چیزی میگه، عیسی میاد یه چیز دیگه ای میگه. بله. وقت محمد که خاتم ختم کلامه میاد میگه لا اله الا الله. بله. معنای اسفل و یا صورت مادی اون میشه نیست، معبودی جز خدای یکتا. بله. ولی در معنای ماورا، یعنی از داد را به واحد بردن، یعنی تضاد نداشتن و به یگانگی وجود رسیدن. بنابراین دوگانگی جنگ است و جنگ حاصل جهل اندیشه هاست، چرا که در تجزیه نهایی این انسان هست که در نقطه وسط ترازوی آفرینش قرار میگیره. به این دلیل که طبیعت جهان بدون انسان نه زیباست و نه زشت، نه نیکی در اون هست و نه بدی، بلکه تاریک و خاموش. اگر با یک نگرش تفکرآمیز مسئله امام زمان رو به پژوهش ببریم، عدالت اون هست که ما به فاکتورهای فلسفه ادیان چند اشاره شد، از محمد به ظهور امام زمان، از انجیل صحبت شده به آمدن عیسی، فارغ اللیت یهودیان هست، اعتقاد زرتشتیان به ظهور هرمز هست، این هرمز همون اهورامزدا است، کریشنای برهمان هست، بودای پنجم هست، بودایی ها اعتقاد دارن که در آخر زمان بودای پنجم ظهور میکنه. بله. اون هندوان هست، بشارت داوود و دانیال و یوحنا و ظهور انسان کامل. بنابراین اون که در آخر زمان و پایان جهان به صورت میاد آن خداست و اون مجموعه انتظار کل ادیان به ظهور هست. اون چه بشر تحت عنوان مهدی، خدا، عیسی و دیگر ظهورات میخواد، این نیاز عالم مادی اونهاست و هر کس این ظهور رو بنابر خواست و نیاز خودش میطلبه و تا کنون هیچ بشری نتونسته حتی کلامی از جهان ماورا و یا خلقت میرنر به زبونش بیاره. مهدی رمز عالم ماده است، خدا شکل کمالیافته عالم ماده و صورت هستی در قالب یک ملک است.
و در واقع این پیامبران بودند که با دیدن و مرتبط گشتن با نای کل هستی به دریافت کلام خلقت پیش می رسیدن و چندین بار وعده الهی مبنا بر پایان خلقت به بشر نشان داده شد که بیابید مالک آسمان ها و زمین را و از نعمات هستی تنها برای ارتقا و خودآیی بهره گیرید و به شهر عشق و یگانگی وارد گردید. استاد اگه شما امری ندارید ممنونم متشکرم. اجازه بدید بنده یه توضیح خدمتتون بدم. پیرو فرمایشتون اساسا علتی که ما این مباحث اینجا مطرح میکنیم بدون جهت هست که یک گروه آمدن به نام امام زمان دارن بر ما حکومت میکنن و یک حکومت ظالمانه فاشیستی به نام این داستان بر ما مسلط کردن. اینهای مطالبی که شما میفرمایید نمیگوین. اون چه در جامعه جاری و ساری هست و درکی که از امام زمان هست همین چیزیست که این آقایون میگوین. ما با این کار داریم. مشکل ما این امام زمان هست که نوانداش آقای علی خامنه ایست و مطابق تمام این روایات متکاثری که از علمای شیعه هست این عرض میکنم نشانه های ظهور چیست و امام چه موقعی میاد، دجال ملعون کیست، خرش به چه شکل هست و اینها، این هاست که پایه و اساس این کار این حکومت هست. این مطالب فلسفی که شما فرمودین خب خیلی رنگین و زیبا بود، واسه درود گفت به ذهن تحقیقگر. علت این که ما این مباحث اینجا مطرح میکنیم بدون جهت هست که یک گروه آمدن به نام امام زمان دارن بر ما حکومت میکنن و یک حکومت ظالمانه فاشیستی به نام این داستان بر ما مسلط کردن. اینهای مطالبی که شما میفرمایید نمیگوین. اون چه در جامعه جاری و ساری هست و درکی که از امام زمان هست همین چیزیست که این آقایون میگوین. ما با این کار داریم. مشکل ما این امام زمان هست که نوانداش آقای علی خامنه ایست. هر دستی که به تجاوز دراز بشود ما اون دست رو که با منافع ملت ما مقابل است بیدرنگ قطع خواهیم کرد. اجازه نمیدیم منافع هیچ قدرتی بر منافع ملی ما ترجیح پیدا کنه و مقدم بشه. اجازه نخواهیم داد. و اما اگر دشمن پررویی کند و تعرض کند و تجاوز کند اون وقت دیگه تعرض ما هم به چهار دیواری کشورمون محدود نخواهد شد. منافع ما منافع او رو در هر نقطه از دنیا که باشد. نکته ای که برای مردها مهم هست دقت بکنن پوشاندن موی سر برای مردان هست. این اشکال داره خب. نباید موی سر پوشیده بشه. به دوستانی هم که این برنامه رو ضبط میکنن پخش میکنن گوش میکنن میخوام بگم کده، یعنی این خوراک یه ماهه، یعنی این اگر این میدونید این کلاهک اتمیه، این باید خورد بشه، یعنی باید چقدر درش چیز رفته، یعنی این باید یه تانکر آب توش بریزی تو این ماده تا یعنی فرض کن یه زعفرونی که فقط یه شیشه زعفرون میتونه تا غلظتش به حدی برسه که بشه مصرف. آفرین، متوجهی؟ یعنی حرف خیلی بالاست. وقتی ما میگیم المؤمن هو الله الخالق البارئ المصور هو الله، همجوری میایم بله الملك القدوس السلام المؤمن، من خود تون میگم که وقت رعایت کنیم، الملك القدوس و سلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله. خب پس خدا مؤمنه، شیعه علی هم مؤمنه، درست؟ بعد روایت داریم المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه، یعنی هم ما آینه مؤمنیم و هم او آینه ماست، یعنی ما دوتا با هم یکی هستیم. یعنی چطور؟ همین آینه مقابل خورشید و خورشید مقابل آینه. ای کنید خدا مؤمن است، شیعه مؤمن است.